سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به این ویدیو جدید. من کامبیز هستم و توی این ویدیو گلکسی A23 میان رده سامسونگ رو کامل نقد و بررسی میکنیم. ادامه این ویدیو رو حتما تا آخر همراه من باشید. اما قبلش خوشحال میشم اگه همین الان ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله کنارش هم حتما فعال کنید تا بلافاصله بعد از انتشار ویدیو جدید باخبر بشید. بریم سراغ بخش اول. ابتدا از طراحی شروع میکنیم. قاب پشتی و فریم این دستگاه پلاستیکه، اما جلوی گوشی شیشه است و با گوریلا گلاس 5 هم ازش محافظت میشه. توی قاب پشتی این گوشی هم 4 تا دوربین به همراه یه فلش با بیرون زدگی خیلی کم، دقیقا مثل A33 و A53 رو مشاهده میکنیم. وزن گوشی هم 195 گرمه که یه وزن خوب و مناسبی است. گواهی خاصی هم برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار نداره، نه IP53 و نه IP67 که A33 و A53 گواهی IP67 دارن، ولی این گوشی نداره. در مجموع میتونم بهتون بگم که توی طراحی گلکسی A23 اتفاق خاصی نیفتاده، نه از لحاظ کیفیت ساخت و متریال و نه از لحاظ ظاهر، و مثل همه میان رده های سامسونگ طراحی ساده و تقریبا تکراری داره. صفحه نمایش این گوشی پنل LCD 90 هرتز با اندازه 6.6 اینچ و رزولوشن 1080. کیفیت این صفحه نمایش خوبه، رنگا رو تا حد زیادی به واقعیت نزدیک نشون میده، ولی نمیتونه رنگ مشکی رو خیلی با عمق نشون بده. زاویه خیلی خوبی هم نداره، به خاطر LCD بودن پنل هست. مثلا وقتی که با زاویه به گوشی نگاه میکنید یه حالت تیره و تاریکی داره. روشنایی خیلی بالایی هم نداره، توی محیط‌های پرنور و زیر نور مستقیم آفتاب احتمالاً با مشکل مواجه بشید. در مجموع میتونم بهتون بگم که صفحه نمایش A23 یه صفحه نمایش خوب و مناسبی است. ظرفیت باتری این گوشی 5000 میلی‌آمپر ساعته، از شارژ سریع 25 واتی هم پشتیبانی میکنه، اما داخل جعبه فقط یک آداپتور 15 واتی وجود داره. سامسونگ گفته بود که این گوشی 2 روز شارژی داره و واقعا هم حرفش درسته. با استفاده های نرمال و یه مقدار سنگین بیشتر از 1.5 روز رو براتون دووم میاره. حسگر اثر انگشت این گوشی هم در لبه سمت راستش هست روی دکمه پاور، که واقعا سرعت خیلی خوب و سریع داره، به خاطر فیزیکی بودنش هست. اگه روی صفحه نمایش بود قطعا سرعت کنتری خواهد داشت. پردازنده این گوشی اسنپ دراگون 680 توی عملکرد روزمره و کار کردن با گوشی لگ و باگ و کندی رو مشاهده نمی کنید. 90 هرتز هم هست که میتونه خیلی سریع براتون کار کنه، اما توی بازی کردن و اجرای بازی‌های سنگینی مثل پابجی موبایل و کال آف دیوتی میتونید در حد نیم ساعت 40 دقیقه با گرافیک لو بازی کنید، اما توی عملکرد بلند مدت احتمالاً لگ و باگ رو مشاهده خواهید کرد و این گوشی عملکرد پردازشی خیلی خوب و عالی نداره. نرم افزار این گوشی هم اندروید 12 وان یوآی 4.1 است، جدیدترین رابط کاربری سامسونگ که بارها براتون توضیح دادم، و سامسونگ قول داده تا 4 سال به روزرسانی امنیتی و 2 سال به روزرسانی اندروید رو برای این گوشی عرضه کنه. اسپیکر این گوشی هم تکیه و از جک 3.5 میلیمتری صدا هم پشتیبانی میکنه، که هم بلندی قابل قبولی داره و کیفیتش هم در حد خوب و مناسبی است. رسیدیم به بخش آخر، یعنی دوربین. لنز اصلی این گوشی 50 مگاپیکسل اولترا واید، 5 مگاپیکسل ماکرو 2، تشخیص عمق 2، و لنز سلفی هم 8 مگاپیکسلیه. عکسایی که در نور روز با دوربین اصلی این گوشی ثبت میشن کیفیت خوب و مناسبی دارن، داینامیک رنج، دیتیل و جزئیات خوبی دارن. عکسای 5 مگاپیکسلی ماکرو هم خیلی واضح و پر جزئیات نیستن و کشیدگی و به هم ریختگی در لبه های تصاویر اولترا واید این گوشی دیده میشه. عکسای پورتریت هم کیفیت مناسبی دارن، اگر که شرایط نوری خوب باشه سوژه رو میتونه از پس زمینه به خوبی جدا کنه. قابلیت ضبط فیلم با کیفیت 4K 30 فریم هم داره، یه نقطه قوت و نقطه مثبت به حساب میاد برای این گوشی نسبت به نسل قبلی خودش، یعنی گلکسی 22. در مجموع میتونم بهتون بگم که پکیج دوربین‌های این گوشی خوب و مناسبه، و اگر هم شرایط نوری خوب و مهیا باشه میتونید عکسای با کیفیتی رو با این گوشی ثبت کنید. در نهایت میرسیم به جمع‌بندی و الان نقاط قوت و ضعف این گوشی رو بهتون میگم.
نقاط قوت که میشه باتری قوی، دوربین مناسب و پشتیبانی نرم افزاری و نقاط ضعف این گوشی هم میشه صفحه نمایش LCD و پردازنده ضعیف. اگر که صفحه نمایش سوپر امولد بود دیگه واقعا خیلی خوب میشد و یکی از بهترین صفحه نمایشات توی این بازه قیمتی مال A23 میشد. ممنونم از وقتی که برای تماشای این ویدیو گذاشتید. سابسکرایب به کانال و لایک ویدیو رو فراموش نکنید. تا ویدیوهای دیگر، خدا نگهدار.